порламони русия қасд дорад ба наздикӣ қонун дар бораи шаҳрвандиро ислоҳ кунад ва ҳадаф аз он ба гуфтаи муаллифонаш осон кардани муқаррароти гирифтани шаҳрвандӣ барои шаҳрвандони кишварҳои мисли тоҷикистон аст ки як замон тобеи русия буданд طرح اصلاح شده قانون در باره شهروندی که آخرین مقررات پیشنهاد برای بررسی در دومه دولتی را روزی 17 مرد گذشت گرفتن پاسپورت روسی برای آنهایی راسان میکند که در کشورهای شوروی سابق به دنیا آمدند و زبان روسی را خوب میدانند طرح قانون را وکیلان مردمی ناتالیا پاکلونسکا از حزب روسیه واحد و کنستانتین زاتولین معاون رئیس کمیته امور کشورهای مشترک المنافع به دولتی پیشنهاد کردند در نمای مالفون پیشنیاد که در وبسایت دو دولتی هست آمده است تری اصلاح شده قانون را با نظر داشتی دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین پیشنهاد میکنند که سال 2012 خواست ترتیب آسانتری قبولی هموطنان و میراث زبان و فرهنگ روسی و اولادان آنهایی که در روسیه امپراتوری و اتحادیه شوروی به دنیا آمدند قبول شود یکی از اصلاحات پیشنهادی این است که بعد از قبول قانون نو از آنهایی که میخواهند شهروندی روسیه شوند سندی رسمی دست کشیدن از شهروندی کشور دیگر طلب نمی شود از شهروندان تاجیکستان چون این سند طلب نمی شود چون بین تاجیکستان و روسیه سازشنامه دو شهروندی به امضا رسیده است اما با گفته ستار فرهادوف ساکن 46 ساله ناحیه رودکی با اصلاح قانون هم کاری ماجران تاجیک مشتاق شهروندی روسیه آسان نمی شود با گفته سطار که دانشگاه را با زبان روسی ختم کرده است امتیان زبان روسیه که از خواهشمندان شهروندی می گیرند بسیار پیچیده است و هر کس نمی تواند آن را سپارد ё я матни калона гифтагиян ии ҷумлаша да иҷа мондагиян ӯ ҷумлаша да ӯҷа мондагиянд ҳаму текста бигирӣ бояд ҷумлоҳҷо ҷобаҷо куни ба ким чӣ хели нақламеган باید دوام هم نقل به خصوص به نقل دوام تی با قول ستار با سواد کمی زبانی روسیه که مهاجران کاری تاجیک دارند سپردن امتحان برایشان آسان نمی شود هزاران نفر از مهاجران کاری تاجیک که سالها در روسیه زندگی و کار کردند مایل زیاد برای گرفتن شهروندی این کشور را دارند اما با دلیل ندونستنی زبان یا اشتباه در سند از این حق محروم می شوند ولی آنهای با آسانی حق شهروندی روسیه را می گیرند که صاحب اختصاص هستند و راضی اند بر اساس برنامه پرسیلنیا در روسیه به هر منطقه‌ای که آنها را میفرستند بیروند برای همین تنها در سال 2016 بیشتر از 14 هزار نفر از شهروندان تاجیکستان برای شامل شدن و برنامه پریسلینی به سفارت روسیه در دوشنبه مراجعه کردند از این میان تقریبا 2000 نفر قبول شدند و قصد داشتند به روسیه مهاجرت کنند